حالا یکی هم گفتم بعد از ظهر میاد دستالی یه جا برمیداره خودش کلی پول میشه. پس اکبر آقا کی پولو میده؟ اکبر آقا رازیش کردم خونه رو خالی کردی پول پیشم رو بده دیگه. مگه نگفتی ساعت نوبت چی شد؟ سر کارمون گذاشتیم؟ ببخشید نه به خدا الان باید برسه نمیدونم چی شد اومدیم حالا الان نرسید تکلیف ما چیه؟ نه الان دارم بهش زنگ میزنم ببخشید الان میرسه به خدا. چی شده ساره چی میگین کریم؟ هیچی این پولشو میخواد دیگه نسرینم خاموش شما بیا تو پول مطمئنی میاد؟ آره بابا باباش پولو ریخته رفته چکه بین بانکی بگیره نیدم این تا پولیشی نگیره بلکن نیستا چه مامان شما چرا من هرس میخوری ای باش دختره رم انداختی تو درد سر شایدم تو رو درواسی افتاده قربونه شما هرس نخور بابا کم پولی نیست که سارا کجایی تو چرا انقدر دیر کردی بابا شلوغ بود بانک بیا اینو بهش بده بگو زودتر گوریشو گم کنه یه کپی هم ازش گرفتم حتما بده اینو امضا کنه اینو که تو گفتی دو روز دیگه زیر همین هم میزنه بخواد دست درد نکنه جبران میکنی بخواد زود برمیگردونیم بعد فقط نسری الان میری اونجا دیگه به خدا من میترسم ترس نداری یه چند ساعته فقط من زود میام فقط همین یه بار ساره به خدا من اصلا حال حوصله دردسر ندارم همین یه بار از دست تو. نسرین با هم اتاقی ها طرف زدی؟ آره فقط میترسن واسه لو بری آواره بشی حالا من نگرنه این بچم تو برو بعد راجبش فکر میکنی این سر و کله یکیشون پیداشه من چی کار کنم اون واسه نه نه به خدا اینا تا ساعت 4 سر کارن اون دخترشون چی اگه اون اومد نه دیرتر از مامان باباشون میاد اصلا همش از این کلاس تو اون کلاس هیچی نمیشه به خدا فقط تو در وا نکن تلفن هیچ کم جواب نده خیالت راحت باشه برو دیگه اصلا نمیفهمم چه اصراری خب میرفتی بهشون میگفتی به خدا من خودم هم این شکلی راضی نیستم قر نزن برو برو قربونت برم خدا به خیر کنه جریان خونه رو بگیم نه بابا چی بگیم به بابا بند خدا تو زندان مگه اون کاری میتونه بکنه بس که با نصف پول کریم رو دادیم فهمید من میتونم خودم خسارتشو بدم من الان نگران تو هم چجوری میخوای هم درس بخونی هم کار کنی هم درس هم میخونم هم کارم میکنم هیچ مشکلی هم ندارم شما نگران نباش مستقیم مامان پاشو مامان جا چی شده باز؟ چی شده؟ جونا تو چرا با جور من بابا تو بکشی؟ حالا وقتی این حرفا نیست قربونت برم که این خانم مدیر اینجا انقدر خوبه یه خیاط خونه کوچیکم هم دارن گفتم خیاطی شما خیلی خوبه گفت میتونی کار کنی خوبه دیگه هم حوصلت سر نمیره هم یه پولی در میاری تو شبا کجا میخوابی؟ بهت گفتم که خوابگاه نسرین نه دیگه ماما مامان من نمیبرم ات اینجا این شکلی بشین بریم ترمینال گور شهرستان پیش همه اینا قربونه نه اونجا راحت نیست نکن پس بگو من چی کار کنم فدات شم چی کار کنم من خب من این شکلی اصلا نمیخوام گریه نکن قربونه گریه نکن
همه چی درست میشه. همین بده یارو همین چند روزه میدیم یه خونه کوچولو میگیریم. فداشه ناراحت نباش دیگه، همه دور هم جمع میشیم دوباره. نه شو پس اشکاتو پاک کن بیا. نصفه جون شدم تا اومدی. وقتی بیدار شده داره یه ریز گریه میکنه تا همی الان. سارا تو رو خدا دیگه اینجور بچه رو تنها نذاری بری. یا دو روز دیگه مامان باباش بفهمم بیچارت میکنم. خیلی سرشون بهت اعتماد کردم. چیکار کنم؟ صبح ساعت دفعه بهشون گفتم یه امروز بچه رو چند ساعت بذاریم مهد کودک. نمیفهمن که. مگر من هم رفته بودم به بدبختیم رسیده بودم برگشته بودم. به نظرم تو باید باهاشون کنار بیای. بالاخره مسئولیت قبول کردی. حوصله ندارم نسرین. بدون بسر اگه اتفاقی برای بچه بیفته چی؟ این راحت ولد نمی کنن؟ هیچ اتفاقی نمیفته، خودم حواسم بهش هست. برو تو، این الان میام. سارا امروز که اومدم بشین قشنگ باشون حرف بزن، بگو دیگه نمیتونم بچه تون رو نگه دارم. این همه کار، یه جوری کار پیدا کن. چه کاری پیدا میکنم که مثل اینجا پول بدن به؟ تو سراغ داری؟ آی سارا تو واقعا احمقی، بهت بر نخوره. ببخشید شب منتظرتم. نسرین دست درد نکنه امروز اومد. برو بابا. تازه معنی هیچی نخریدم. حالا باید خرج کنی از جیب مبارکه. خیلی خب، حالا برو تو. سلام. دهها کجاست؟ تو اتاق خوابیده. یه سری وسیله پشت در بردار بیار تو. بعدش بیا تو اتاق، یه چیز برات خریدم. نه اونا که همهشون خرت و پرته، ارزش آنچنانی نداره. اینقدر اکبر آقا سفارش شما کرد ما قبول کردیم. گفت خیلی گرفتارین، ما هم گفتیم باشه الله کارش میکنه. درست کردی. بهتون گفت که من پول نقد ندارم بهتون بدم؟ بله گفته. اگه یه چک میاد برای سر ماه. نه سر ماهو نگفتم. سر ماهو شما دارید میگید، دیر اون موقع واسه میخوام نبرمش. همین که دارم لوت میکنم این آشغالا رو میبرم از خونه بیرون. اینا آشغال نیستن آقا. خدا رو وسایل زندگی من، به وسایل زندگی ما نگید آشغال. باش بذار زمین آقا. مال بعد بیخیلیش صاحبش. من اصلا از اول بعد کاری کردم آمدم اینجا. مول خودم، مول اکبر آقا رو خوردم. مال خود. آقا جانب. من اشتباه کردم، بیاید بردارید ببرید. بگید بردارم ببرم. بعد بیاید ببرید با. هی افته بیم دوست. من دو نفری ببرید بگید. سنگید. خیلی اعتقاد کنم. یا الله خدا قوت بچه ها. بچه ها دیوار رو بپایید اینجا یه نقاشه میزه گردن همون که. یا الله یا الله. بفهم. سلام آقا جباز. سلام خدا قوت. حالا چطوره؟ قربان شما. سلام دخترم. احوالت حالت خوبه؟ خوش آمده. اومدم خونه رو تحویل بگیرم ولی هنوز تمام نکردید که. همین مونده دیگه، یه چیزی نمونده. مادر کجاست؟ صبح یه کاری براشون پیش اومد رفتن شهرستان. بگو با. یعنی الان من باید با تو تصمیه کنم؟ بله. خب اینجوری که نمیشه که.
چرا چه فرقی داره؟ خب فردا بابا بیاد بیرون نمیگه مرد حسابی تو غلط کردی به حرفی بچه گوش دادی؟ باشه واسه یه روز دیگه. خداحافظ. اکبر آقا. اکبر آقا. دخترم من دست بچه پول نمیدم. هر وقت بزرگترت اومد رو چشم. خداحافظ. من بچه نیستم اکبر آقا. دخترم برو نمیشه. یه لحظه پوش کن شما. یه لحظه به حرفم گوش کن. آخه چرا میرید داریم حرف میزنیم دیگه. اکبر آقا. سختت نیست این موقعی شب؟ عادت کردم دیگه. خوبه تو عادت کردی، من کم آوردم. از صبح علت طلو با این بچه بی پدر میرم از این خونه به اون خونه واسه چندر راز پول گرفتن از دست مردم. آخرشم هیچی به هیچی. چی بگم؟ حالا خوبه خدا رو شکر یه ماشین زیر پاته. بی زحمت یکم جلوتر کوچه رو سمت راست برید داخل. دست شما درد نکنه. خانم پیاده میشم. خانم ببخشید. معذرت. حواسم پرت شده. خواهش می‌کنم. سلام خوبه؟ نه امشب نمیام. نه دیگه خونه رو تحویل ندادم اون واسه دو سه روز دیگه. بیا پتو پشت ماشین دار. نه آخه چه کاریه میگه؟ باش میام الان. خداحافظ. بابام گفت فردا میره یکی دو جا پیگیر وام میشه براتون. دیگه نگران نباش، همه چی درست میشه. بگی بخواب راحت. سلام. براتون چک آب بردم. کپیش رو امضا کنید. همین؟ چک پول پیش خونه رو هم چند روز دیگه میارم برش. چند روز دیگه دیر، همین فردا برده بیار. بقیه شی بس. جور میکنم بقیه شم دیگه. شما خودتون دیدین که من وسایل خونه رو همه رو فروختم، مامانم فرستادم خونه سالمندان. خونرم چند روز دیگه تحویل میدم، چکشو میارم براتون. من با این حرفا کاری ندارم. خسارت کی باید بده؟ من؟
من این همه پول از کجا جور کنم؟ باز بابات بپرس، هرچی بدبختی زیر سر اونه. شما خودتون میدونین بابای من از عمد بهتون خسارت نزده. ببین دختر جان، عمد و غیر عمد نداره، بار مردم تو انبار خاکستر شده رفته به هوا. من کلامت خسارت شو بدم؟ من باید بدم؟ خب شما برید رضایت بدید بابای من بیاد بیرون، خودش میتونه ترتیبشو بده، خسارتتون رو زودتر بده دیگه. حالا این پول پیشی که گفتی ورش تا بیا یه کاریش بکنم، یه نم رسیدت. برو دیگه، برو بابا، برو پول پیشو برد یه کاریش بکن. ترافیک یه روز مادرش مریضه، اینجوری نمیشه که. اگه مشکلی داره بره به مشکلش برسه، حقوق کمی هم که نمیگیره. اصلا معلوم نیست حواسش به این بچه هست نیست. چه حرفیه؟ تو که دیدی برای رها چی کار میکنه؟ یکم انصاف داشته باش. تو چه قصالی؟ چرا هر روز انقدر دیر میه که بهونه دست با من بدی؟ راست میگه دیگه، یه انقدر گیری از همون روز اول قبول نمیکردی. باش میسوزه، حالا خودم باش حرف میزنم. تا همه مخاطر اصرارای توی که بیرونش نکردم. یالا بریم به اندازه کافی دیرمون شدش. بریم بابا. من که آمادم. حرفای بابا آمده لگیم چی بوده؟ بابا باش تو ببینم، رد کن بیا. این قد صبح دیر نهی چش حواظ همی جمع کنم. سودا بخوانم. بله ببخشید، من میدونم علا آقا کابه خیلی ناراحتن از دستم. منم اگه مجبور نمیشدم نمیگفتم، ولی شما میشه باشون حرف بزنین از بانکشون یه وام بگیرن برام؟ باز چی شده؟ من مامانم مریضه دیگه، بعد دو سه روز دیگه بستریشه بر قلبش. فعلا که جرأت نمی‌کنم باهاش حرف بزنم. شیری رو یادت نره. چشم. بریم. کجا میخواییم بریم؟ کجا میخواییم بریم؟ میخواییم بریم دادر؟ میخواییم نینا رو گوش کنیم؟
چی بگم خانم آبدی، من خودم هم نگرانشم. باشه پس من داروهاشو میگیرم میام اونجا دیگه. چشم میبیرم اتون. خود عذیتتون نمی کنه؟ خدا براتون نگر داره، خیلی شیرینه ماشالله. خواهرم سختت نیست با این بچه کار میکنی؟ نه با سلام هم سر نمیره اینجا. ببخشید فضولی نباشه، پدرش کجاست؟ پول پیش خونه رو بگیرم از صاحب خونه بدم به کریم، شهر رضایت بده شما بیایم بیرون. اینجوری دیگه با هم میتونیم بقیه پول رو جور کنیم. بابا من با این ندونم کاریان بعد جوری تو و مامان تو انداختم تو درد سر. این چه حرفی قربونتون، اتفاق بوده دیگه، تقصیر شما که نیست. شما اینو امضاش کنین. آواره میشی؟ آواره واسه چی؟ مامان که میره شهرستان، منم پیش نسرینم. شما نگران چیه قربونتون؟ من نگران مادرتم، اون مریضه، حضیحت میشه. اون راضیه، فردلش میخواد شما زودتر بیاین بیرون. امضاش کنین من برم دیرمه. بچه رو اینقدر با خودت این بر اونور نبر، به خط به ناخونش بیفته نمیتونیم جواب بدیم. من فقط 5 دقیقه رفتم تا داروخانه، این عروسک فروشی هم برگشتن و رفتیم یه عروسک خریدیم. تو حق نداشتی بچه رو با خودت ببری. از کی اجازه گرفتی؟ 100 بار بهت گفتم تو ما برنگشیم پاتو از خونه بیرون نذار. گفتم یا نه؟ بله گفتی. میذاشی ما میومدیم بعد هر جا میخواستی میرفتی. ببخشید. سلام. چی رو ببخشم؟ بعد تو میگی برای وام بگیرم. بس دیگه. بعد قبلش به من زنگ میزدی. بله. همین. قبلش به تو زنگ میزد. 100 بار گفتم بشین بچه تو خودت بزرگ کن. آقا کاوه، همونطور که شما کار داری منم کار دارم. قرار نیست به خاطر بچه کارمو ویل کنم که. منم مثل همه. من راضی نیستم تو کار کنی. بازم بگم شما فعلا برو به بدبختیات برسم همین یک دو روزه یکی اجاد پیدا کنم. این عروسکم بده ببره. آقا تو رو خدا. آقا نه بعد راه رو از خونه میوردی بیرون. چه عروسک باحالیه تو آوردی؟ برو تو اتاقت، برو تو اتاقت. سودابه خانم من به این کار احتیاج دارم، نذارین یکی ها به جای من بیاره. شما میدونین من چقدر گیرم. میبینی که چقدر عصبانیه. حالا فعلا برو من باش حرف بزنم.
اکبر آقا، من هر جور شده باید تا فردا پول به طلبکار بدم. یه کارش بکنید دیگه. نه آخه من میگم از بابام امضا گرفتم. بله بله، نه خیالتون راحت باشه شما. خدا خیرتون بده. پس من منتظر تماس شما. خدا خدا از دیروز که آوردش اینجا نه لب به غذا زده نه با کسی صحبت کرده. روز اولم گفتم شرایط اینجا بد نیست، ولی مناسب سن و سال مادر شما نیست. به هر حال بنده خدا رو از سر خونه زندگی برداشتی آورده اینجا، خب سخته. بله میتونم، ولی موندم چیکار کنم. امروز پشت چرخ خیاطی انقدر گریه کرده که حالش بد شده. به نظرم باید صحبت کن، رازیش کن، بره خونه فامیلی آشنایی. به هر چه باشه از اینجا بهتره. راضی نمیشه. هر چی بهش میگم میگه نمیخوام قضیه بابامو. خیلی خوب باشه، حالا برو فکر میکنم تو رو ببینه حالش بهتر بشه. تو حیات بدن فکری میکنی. برو هستم. خیالش بد بود عزیزم. بابام گفتش فردا دو تا زامه میبره بانک، انشالله دیگه تا اول هفته پولو میزن به حسابه. مردم پولو پیش خونه رو بهش بدم رضایت میده بابام بیاد بیرون. واقعا؟ خودش گفت. خب پس همه چی ردیف شد. بذار من برم ببینم این بچه ها تونستم بالاخره نگهبان راضی کنم بیای تو. حالا نشدم اشکال نداره. نه همیشه همینجا بایسته بهت خبر میدم. شب بخیر. شب مراقب باش گمش نکنی. اکبر آقا. بله. ببخشید من یه چند شب میتونم تو اینجا بخوابم؟ به خدا گیرم. خیالتون راحت باشه، براتون دردسر درستم کن. یه چند شب فقط. اینم چک خونه.
معلومه دختر زرنگی هستی. بقیهش کوب از کی میاری؟ دو سه تا وام اقدام کردیم جوشه میارم خدمتتون. فقط شما که این رضایت میدین بابام بیاد بیرون. کجا آزاد شی؟ هنوز نصف پول ندادی. شما گفتین چک خونه رو بیارم یه کاریش میکنیم. گفتم ولی نمیدونستم پول پیش خونتون انقدر کمه. کم نیست، 60 میلیونه. من اینو با بدبختی گرفتم. به خود بابام نباشه اصلا من نمیتونم این همه پول جور کنم. بعد خودش بیاد که زودترم بهتون بده پولتون. اون اگه میخواست کاری بکنه تا حالا کرده بود. هفته دیگه اگه ردیف کردی کردی، تسویه کردی تموم شد. اگه نه حالا باید بمونه. از من گفت شما قول دادین. حالا من چی کار باید بکنم؟ حالا اون وام اگه ریختن به حسابت بیار وام صحبت بکن. من بابام نباشه دیگه کاری نمیتونم بکنم. گوش میکنین من چی میگم؟ بره $30 اول امضا کنیم. امضا میکنم بگم بره شما. رها کجاست؟ خوابه. براش فرنی درست کردم گذاشتم توی یخچال. بیدار شد داغ کن بده بخوره. سودا به خانم میرونم. امروز با کاوه حرف میزنم. مونا امشب دوره همی گرفته، دوستاشو دعوت کرده خونه. سر راه باید بریم خرید. فکرم دیرتر بیم. حالا اگه با مام نشود، اگه بشه من یه دو ماه حقوقمو زودتر بگیرم خیلی خوب. خدافظ. امشب هم اگه دوست داشتی بیا. خوش بزن. الو سلام خانم آبادی. مامانم؟ کدوم بیمارستان؟ بله میام الان میام. خدافظ. الو سودا بخوام. سلام. نه خوبم. رها خوبه. مامانم بردن بیمارستان. آره اگه میشه بیایید خونه پیش رها. من باید برم بیمارستان. نه دیره اون موقع. دیره. تو رو خدا بیایید دیگه. مونا چی؟ خودم یک کارش میکنم. باش. نه جایی نمیرم. چشم. خدا.
علا خانم آبدی. من دارم میام مامانم خوبه؟ دارم میام خدا. از تو کجای نسیم مامانم آوردن بیمارستان. پاشو بیا اینجا رو خدا بیمارستان قلب. دیشب بعد از این که تو رفتی خیلی حالش بد میشه. من دی خدا تا صبح بیتاب میکرده، بعدم سر نماز میفته قلبش میگیره. حالا باز خدا رو شکر که زود رسوندنش بیمارستان. الان هم بردن سی‌سی‌یو باید عملش کنم. بیا تو برو پیشش، منم برم کارای حسابدارش رو انجام بدم. باشه شلو که سلامت میاد بیرون. ببین فکر کنم دو سه ساعت عملش طول بکشه. من یه سر میرم خانه سالمندان کار دارم، زود میاد. ببخشی زحمت چون عزیزم جرفیه این کار بشه بزنگ بزن. چشم خود روش. الو سلام صدا بخوان، خوبین؟ ببخشید رها خواب بود سایلنت کرده بودم موبایلم دیگه، پریز خونه رو کشیدم دیگه. بله نه کلی بازی کردیم، غذاشم دادم، دوباره خوابید دیگه. مامانم خوبه؟ نه دوستم پیشش. خب چشم خدافظ.
رها رها بیدار شو دیگه بابا جان، بیدار شو بازی کنیم، پاشو. رها 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 خاله رها رها آه خدا چیکار کنم؟ خدا اورژانس؟ ببخشید بچه من مورد اورژانسیه، درچ تکونش من بیدار نمیشه. ماسک اکسیژن هم بزن خانم شما، سوارش میشه. من با ماشینم دنبالتون میام. کجایی تو بابا؟ رنگامی چرا پریده؟ مامانم حالش چطور؟ هنوز بیرون نیومده، ولی دکترش گفت اصلا جای نگرانی نیست. خداشکر. یادم رفت بهت بگم بابام زامنا رو برد بانک، فکر کنم یه دو سه روز دیگه پول بریزه به حسابه. خوبه، خوشحال نشدی؟ دستشونم. چی شده سارا؟ چت شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ بدبخت شدم از کلم حرف بزن، بگه ببینم چی شده. اگه بمیره من چی کار کنم؟ اگه یه بنده سرش بشه؟ کیو میگی؟ مامانت که حالش خوبه؟ رها سارا چه غلطی کردی؟ حرف بزن بگو ببینم. چی جواب مامان باباشو بدم؟ من شربت خواب ریختم تو شیرش که بتونم بیام اینجا اون بخواب. بیا بشین. برم ببینم بچه چه شده. من زنگ بزن چی میکشم از خودخواهی های تو؟ خدا چی رو بس کنم؟ بچه‌م افتاده اینجا بیجون رو مخون، دختره احمق راست راست تو خیابون داره راه میره. فقط دعا کن بلایی سرش نیاد، که اگه بیاد هم تو رو بیچاره میکنم همون دختره بیجون. سارا سارا
نصری. من خوبم. مامانم حالش چطور؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. کسی مامانم رو تنها نذار. آوردنش تو بخش یکی دو روز دیگه مرخص میشه، فقط هی سراغتون میگیره. نگی بهش. من بهش نمیگم، هم نمیدونم دیگه چه دروغی سر هم کنم. بابام چی شد؟ ما گرفتیم دادیم به آقا کریم، بالاخره راضی شد، رضایت بده بابات بیاد بیرون. اونم یکی دو روز دیگه میاد. دست درد نکن. مطمئنم که هر کاری از دستش بر بیاد برات کوتاهی نمی کنه. خیالت راحت باشه. برو اونجا، من دیگه میرم بیرون. خواستی یه تنه همه مشکلات رو حل کنی ولی خودت گیر افتادی. میدونی با این کارت به این راحتی ولت نمی کنن. من نمیخواستم بله ای سرش بیاد. اصلا نمیدونستم اینجوری میشه به جون بابا. دختر خود با یه دست که چند تا هندونه بر نمیدارن. تو کسو کاری نداری؟ کسی که میتونست کمکت کنه؟ چرا فامیل و آشنا اینا داریم، ولی مامانم گفت نباید بفهمم بابام زندانه. گفت آبرون میره. الان وضعیتتون که بدتر شد. مامانت خونه سالمندانه، بابات زندانه، خودت هم که وضعیتت اینجوریه. برای هر کسی ممکنه این مشکلات پیش بیاد، باید از یکی کمک میگرفتی. ببین به هر حال این خانواده شاکیان، حقم دارن. من حالا سعی میکنم باشون صحبت کنم، ازشون رضایت بگیرم که اگر شد برات حکم جایگزین بگیرم. البته نمیدونم میشه یا نه. تنها کار خوبی که کردین که اون بچه رو اونجوری ول نکردین. خیلی خب، فعلا چند دقیقه بیرون باش ببینم میتونم راضیشون کنم یا نه. بچه رو خیلی دوستش دارم. میدونم. آقای معینی تشریف بیارید. این دختره باید بره زندان تا بفهمه دفعه بعد همچه غلطی نکنه. باشو بیا. بشین. شما حرفا رو بزنن بعد خواستید بیاید.
بهتون حق میدم که عصبانی باشید، ولی این دختر من که پدرش رو از زندان بیاره بیرون دست به هر آب و آتیش زده. مگه پدرش زندانه؟ نمیدونسته؟ نه. خیلی جالبه، پرستار بچه تون بوده. حتما اینم نمیدونستید که مادرش رو گذاشته خونه سالمندان، خونش هم پس داده برای اینکه با پول پیشش بدهی پدرش رو بده. خب چطور ممکنه بعد از این همه مدت نفهمیده باشید؟ این دختر با ماشین زیر پاش مسافر کشی میکرد. من نمیخوام شما رو سرزنش کنم، ولی شما اصلا این دختر رو ندیدید، هیچ وقت ازش پرسیدید دردش چیه؟ منم نظرم اینه که باید به خاطر بی‌مسئولیتیش مجازات بشه، ولی نه اینکه بره زندان. اگه بره زندان وضعیتش خیلی بدتر میشه. بابا شما میتونستیم به سارا کمک کنیم، ولی نکردیم. تو رو خدا حداقل نذاریم بره زنده. میبریم دخترم. چقدر بهتون گفت پول لازمه؟ نمیتونستیم براش وام جور کنیم؟ شما که رئیس بانکی میتونستیم. ماما اون روز که مامانش حالش بد بود میخواست به رها داروی خواب آور بده، مگه قبلش به خودتون زنگ نزد گفتش بیایم پیش رها؟ چرا نیومدی؟ شما که کارتون دست خودتونه. الان میخواییم بذاریم بره زندان. نکنی طور خدا نکنی. بابا نظر به جرم صورت گرفته توسط خانم سارا محمودی و البته با رضایت شاکی پرونده آقای کاوه معینی، دادگاه به دلیل عدم سوء پیشینه متشاکی نسبت به جرم صورت گرفته حد اکثر تخفیف را قائل شده و تنها از برای جبران مافات ایشان را به مدت 3 ماه روزی 4 ساعت جهت نگهداری از کودکان بی سرپرست به سازمان بهزیستی معرفی می نماید. در ضمن با مساعدت آقای کاوه معینی نسبت به درک شرایط خانم سارا محمودی مبلغی به عنوان امانت جهت اجاره منزل در اختیار ایشان قرار می گیرد. امید است با کمال دقت در انجام وظیفه محوله نام برده متنبه شده و دیگر دچار خطا نگردد. و سلام. چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عقل بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی از کف دادی. به کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنیم.
دستم رو بگیر، دستم رو بگیر.